این دوتا بچگی‌های بابا بوده؟ آره. من میترسم. نترس. از چی میترسی؟ از جادوگر. کدوم جادوگر؟ همیشه تو قصه ها که بابا خونده. اونا که راستکی نبود. علکی بود. چرا چراغ روشن نکردی؟ ما میترسی. دخترهایی به این بزرگی که نباید از چیزی بترسن. تو از چی میترسی عزیزم؟ از پنجره. من از جادوگر. جادوگر؟ ما اینجا اصلا جادوگر نداریم. کی گفته اینجا جادوگر داریم؟ بابا. بابات اشتباه کرده. اولا جادوگر اصلا دروغه. دوما شما نباید از چیزی بترسی. من از هیچی نمیترسم. باریکلا دختر خوبم. کجا؟ بابا اومده. بابا اومده. زود برگردی سر جاتون. اگه بابا اومده باشه خودش میاد بالا. مگه نمیشنوی؟ یکی در باز کنه. چه کار کنم خانم؟ بذار ببینم کی. مدینه، مدینه، مگه مردی این چایی در باز نمی کنی؟ هرچی در می زنم کسی در باز نمی کنه. همسایه های منو چهرن، می شناسمشون. برو در باز کن بگو ما رفتیم مسافرت. حالا برای من لشکر میفرستی. اکرم خانوم، اکرم خانوم، بابا مصب کن منم بیام اقلا داری آمد. خدا کنه زود ماشین گیرش بیاد. این بارون پیاده هم که شده. زن محکمی خوب می جنگه. خانم همه این درها که بسته است. من بدونم این چه خاکی. اکرم خانم از در گاراژ بیایی.
بیا مینو. مامان بیایم پایین. تو راش دادی احمق، باید دیوارای خونتون رو تا آسمون میبردین که من دستم به بچه هم نرسه. بری تو اتاقتون. مامان نمیذارم بچه های منو چه رو ببری. همونطوری که منو چه رو نتونستی نگه داری بچه هاشم نمیتونی. میتونم. چطوری؟ بازور؟ میخوای زندانشون کنی؟ میخوای مادرشون باشی یا زندانبانشون؟ بچه ها رو ول کن بذار و مادرشون برم. صبح بخیر. چطوری؟ فکر کنم حالا دیگه کاملا خوب شده باشه. نه؟ سلام جانم. به نظر من این خانم از نظر کلینیکا دیگه هیچ مشکلی نداره. باید ظرف امروز و فردا مرخصش کنیم. که جایی رو نداره بره آقای دکتر. هنوز کس و کارش پیدا نشده. اینش دیگه به ما ربطی نداره. ما تا اینجا مسئولش بودیم. از این به بعد نگهداریش به عهده مددکاری و بهزیستیه. چطور به ما ربطی نداره آقای دکتر؟ اون نمیدونه کیه، نمیدونه از کجا اومده. اون هنوز به کمک ما احتیاج داره آقای دکتر. ایشون به بخش اعصاب و روان بیشتر احتیاج داره تا اینجا. متاسفانه نمیتونم تخت بیمارستان رو معطل کنم. ولی این مریض دو سه روزه که آروم شده، تازه یکم به بچه ها اعتماد کرده. شما اجازه بدید مددکاری و بهزیستی خودشون در این زمینه تصمیم بگیرن. من دوباره تو روزنامه آگهی دادم. این کار یکم وقت میبره آقای جوادی. اقلا به یکی از بخشای خودمون منتقلش بکنید. اولا تو همه بخشا که میدونی کمبود تخت داری. دوما اصلا نمیتونم اصرار شما رو درک کنم. شما چه خصوصیتی با این مریض داری؟ چه خصوصیتی؟ به هر حال خواهش میکنم که از من این انتظار رو نداشته باشین که من هم مثل شما احساساتی به قضیه برخورد کنم. من نسبت به مریضایی که قرار در این بخش بستری بشن مسئول هستم. زمنان شما نگران مریض تو نباشی. من به گروه مددکاری سفارش میکنم که توجه بیشتری داشته باشه. ممنونم. آقای دکتر جوادی لطفاً بخش دو. آقای دکتر جوادی لطفاً بخش دو. شماره مددکاری چنده؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوام بگم خودشون بکشن کنار. چرا داری سر یه جریان کوچیک بلوا به پا میکنی؟ جریان کوچیک؟ تو به دور افتادن یه زن از خانواده‌اش میگی جریان کوچیک؟ تو حالا هر کاری میتونستی براش کردی دیگه، کاری از دستت بر نمیاد.
از این به بعدم اون احتیاج به این روانپزشک داره. من در مقابل این زن احساس مسئولیت میکنم، نمیتونم همینجور با امان خدا ولش کنم. چه احساس مسئولیتی؟ جونشو نجات دادی، زندگی آیندهش هم هیچ ربطی به من و تو نداره. معذرت میخوام. الو؟ بله بفرمی. درسته، منزل دکتر ایزدیه. راجب اون خانم مریض هرچی که ما میدونستیم تو روزنامه چاپ کردیم. بله، فعلا هیچ یادش نمیاد. تنها نشونیش اینه که گیلکی حرف میزنی. گمشده شما گیلک نیست؟ بله، انشالله به زودی پیدا میشه. خداحافظ. یکی از دوستام که تازه از سوئد اومده بود میگفت زنا تو سوئد مردا میگن دیسکاره. یعنی چی؟ یعنی ماشین ظرفشویی. خب جناب علی، به یکی از دوستاتون چی فرمودین؟ فرمودم رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطرخواه اوست، گهی کنار سینک و گهی هم دشت دلگشا. کاملا درست فرمودن. زمینن اگر این دوست سرکارالی یه سر تشریف بیارن خونه ما، وقت ببینن که من ظرف 5-6 ساعت ناقابل چقدر کار مجبورم بکنم. 3 وعده غذا باید درست کنم، به بچه باید برسم، اتاقا رو باید تمیز کنم، لباسا رو باید بشورم، اتو کنم، از همه مهمتر به درسای دانشکده‌ام باید برسم. دلم میخواست ببینم اون موقع چه امثال و حکمی از سوئد میگفت. البته بنده گله ای نکردم و نقل قولی بود که بر معلومات شما افزوده بشه. منم جهت افزودن به معلومات سرکار عالی باید بگم که این آخرین بسته گوشت من بود. به این زودی تموم شد؟ میسا پس باید دوباره گیاهخوار بشیم، چون معلوم نیست قسطمو کی بگیرم. من و تو میتونیم گیاهخواری کنیم، ولی کوسر نه. دیگه چیزی تو حساب نمونده، کفگیر خورده تای دیک. آقا حرف حسابش چیه؟ همون بهونه‌های همیشگی، ندارم، گرفتارم، بدهی دارم، از این حرف. فکر میکنی گرفتنش چقدر طول بکشه؟ اقلن 1-2 ماه. من از بابتشون واقعا از شما معذرت میخوام. کاراتو ردیف کن بریم رشت. حرفشم نزن، امکان نداره باید بیام. احسان، اون پول اگه به درد امروز نخوره چه فایده ای داره؟ من دلم نمیخواد تو به حساب دست بزنی. اون دفعه هم نذاشتی و من بس که هرس خوردم زخم معده گرفتم. آخه عزیز من این ناشر تو رو خوب میشناسم. وقتی میگه 2 ماه، یعنی ما باید رو 10 ماه دیگه حساب کنیم. اینطوری هم نیست. وای، من که نمیتونم رو قول اون حساب بکنم که. خواهش میکنم کاراتو ردیف کن، همین هفته میریم رشت. خدای من چه حافظه‌ای. مادر جون نمیدونم 2 نفر بودن، 3 نفر بودن، 4 نفر بودن، برجت همه تلفن میکردن میخواستن بدونن اسم این خانم مریض چیه. شما چه گفتین؟ خب معلومه، بهشون گفتم که اگه اسمشو میدونستیم که تو روزنامه چاپ میکردیم. مسئله اینه که ما اسم و فامیلشو نمیدونیم. ما شما بهشون گفتین که گیلکی حرف میزنه؟ آره، اتفاقا نشونه خیلی جالبی بود، برای اینکه تمام اینا گمشده هاشون اصلا گیلکی بلد نبودن. حالا ببینم، این خانم یک کلمه فارسی بلد نیست؟ من نمیدونم. منم از چیزی نشنیدم. دکتر زاره میگه، دکتر منصوری. دکتر منصوری متخصص زنون زایمانو میگی؟ آره، میگفت مریضایی داشته که تو شرایط عادی خیلی فارسی و بدون لهجه حرف می‌زدن، ولی وقتی زایمان رو درد کشیدن هر کدوم به زبان مادری خودشون صحبت می‌کردن. خیلی قشنگه. بعد دکتر تازه تو اون شرایط متوجه می‌شد که هر کدوم از مریضاش اهل کجان، زبونشون چیه اونا. چه جاله. پس اقلا یه همزبون خودشو بیاریم پلو، شاید با اون بتونی یه کلام حرف بزنی. آره، فکر بد نیست. دکتر بهرامی لطفاً بخش 3. چه خبر آقا ممدلی؟ یواشتر. سلام. ببخشید. سلام. سلام. چی شده؟ مسابقه گذاشتی؟ نه بابا،
اومدیم دنبال اون زنه تصادفیه. دکتر ایزدی با مددکاری صحبت کرد، قرار شد دو سه روز دیگه اینجا بمونه. والا ما این چیزا خبر نداریم، به ما گفتم بریم بیاریمش، ما هم اومدیم ببریمش. ولی من نمیتونم اجازه بدم آقا ممدلی، دکتر ایزدی هنوز برگه ترخیصش رو امضا نکرده. عجب بدبختی یا، هر چی کار سخته مال ممدلیه. اون کاغذه رو بده ببینم. کاغذه؟ بیا بفرما. رئیس بیمارستان برگه ترخیصش رو امضا کردن. با این حال باید دکتر اجازه مرخصی از بخش رو بده. تو رو خدا ما رو از نون خوردن نندازی خانم، ماشین از بهزیستی اومده ببرتش. حالا کدوم اتاق هست؟ تو این نوشته دیگه، اتاق 208. خب پس بریم دیگه. کجا آقا ممدلی؟ صبر کنین الان دکتر ایزدی باید پیداش بشه. رئیس بیمارستان دستور دادن که شما مریض رو تحویل بدین، بعدم خبرشو به ما بدین. عجب پیلهی کرده این دکتر جوادی. یه دقیقه همجا وایسین تا بگم دکتر رو پیش کنم. صبر کنید الان دکتر میاد. بابا لجبازی نکن، به خدا ما هزار جور گرفتاری داریم، میخواییم ببریم یه جای خوب، خیلی از اینجا بهتره. من این آقا ممدلی. بله شر به پا نکن خواهر، با زبون خوش پاشو بریم و الا من. بابا تو برو بیرون، من خودم میارمش پایین. بذار کمکت کنم، دیر میشه ها. من خودم بلدم چیکار کنم آقا ممدلی، تو برو بیرون. لا اله، برو بیرون. دو خب چی شده؟ اومدن ببرنش. کیو؟ 208 رو. چرا مگه مددکار قول نداده بود چند روزی که دست نگه داره؟ این دیگه کیه؟ دیوونه است. شما نماز دارین چی کار میکنین؟ سلام علیکم. شما توی این اتاق چی کار دارین؟ اومدیم مریض رو ببریم آقا دکتر. یه بارو بریم ببینم. زود باش بیرون. تا من اجازه ندادم این مریض از جاش تکون نمیخوره، فهمیدین؟ ما چه تقصیر داریم آقای دکتر؟ آقای دکتر جوادی گفتم بیاین ببرینش، ما هم اومدیم ببریم. بسیم بیرون ببینم. خانم شابی لطفا به خانم توانا بگین یه فنوباربیتال بیاره 208. متشکرم. نبضش چطوره؟ منظم نیست. تو رو خدا آقای دکتر ما رو از نون خوردن نندازین، ما جواب رئیس بیمارستان چی بدیم؟ شما نگران اون نباش، من خودم جواب میدم. مطمئن جان مراقبش من برمیگردم. بیرون آقا، بیرون خواهش میکنم. ببخشید دکتر. آشانو چای میل داری بیارم خدمتتون؟ نه خیلی ممنون. جلسه دارم آقای دکتر. کنیم واقعا از همه معذرت میخوام آقای دکتر، میخواستم چند لحظه با شما صحبت کنم. به شما نگفتن که ما جلسه داریم؟ چرا؟ ولی آقای جوادی من از شما خواهش کرده بودم، از شما خواهش کرده بودم که چند روز مهلت بدین. شما راجع به چی داری حرف میزنی؟ یعنی واقعا شما نمیدونید؟ راجب 208 حرف میزنم قربان. ببخشید آقای چند دقیقه. خواهش میکنم ببخشید. علی در مورد راجب بیمارستان. این آقایون از وزارت خونه اومدن، این چه طرز وارد شدن تو اتاقه؟ بی‌ادبیه، منو ببخشید، یکم عجله داشتم. آقای دکتر از مددکاری اومدن 208 رو ببرن، در حالی که قول داده بودن چند روز دست نگه دارن. شما پاک فراموش کردین که این بیمارستان مسئولی هم داره؟ بدون اجازه من زنگ زدین به مددکاری، دستور منو لغو کردید، در صورتی که من قبلا با مددکاری هماهنگی کرده بودم که 208 رو تحویل بهزیستی بدم. کسی قصد دخالت تو مسئولیت شما رو نداره. ببخش. فقط آقای دکتر خیلی دلم می‌خواد که یه چند لحظه بریم پایین، از این زن از نزدیک ببینید. آقای جوادی به نظر شما تعادل روحی این زن اهمیتش کمتر از خالی شدن تخت بیمارستان؟ از من نخواهی که موقعیت بیمارستان رو به خاطر چنین مواردی به خطر بندازن. موقعیت بیمارستان یا موقعیت خودتون؟
نظر شما اصلا برای من مهم نیست. هر طور که میخواییم فکر کنید فکر کنید، ولی آخرین حرف من اینه که اتاق 208 باید خالی بشه. اگر 208 امروز خالی بشه موقعیت شما به خطر نمیفته؟ نه خیر. بسیار. مهتاب مریض آماده کن، میبریمش خونه خودمون. چی شد؟ نباید لاغر قبل از هر تصمیمی با منم مشورت کنی؟ ولی تو خودت شاهده که دکتر جوادی هیچ راه چاره‌ای برای من نذاشته. تو واقعا میخوای اون زنو بیاری خونه؟ چرا؟ برای اینکه اون بیچاره جایی رو نداره بره، تنهاست، بعد تازه اصلا حکم ترخیصش هم صادر شده. خیلی ها هستن که جا ندارن، ولی ما که نمیتونیم نگران بی کس و کاری همه آدما باشیم. باز این زن فرق میکنه مهتاب جان، آخه چرا نمیخوای بفهمی؟ میخوام بفهمم ولی تو درست توضیح نمیدی. واقعا فرق این زن با مریضای دیگه چیه؟ آخه اون هیچ کسو نداره. هنوز حتی از طریق روزنامه ها نتونستیم کسی کارشو پیدا کنیم. خود بیچارش هم که میدونی اگه این زن بره بهزیستی چه اتفاقی میفته؟ گوشه یه آسایشگاه فراموش میشه برای ابد. بهزیستی هم که امکانات نداره که این همه مریض رو سر سامون بده. همه حرفات درست، اما ما که تا ابد نمیتونیم زن تو خونمون نگه داریم. میتونیم، ما اهلانش هم تو اون خونه جا کم داریم. من با مادرم صحبت کردم، میبریمش رو اتاق. چه فرقی میکنی؟ چرا جای مادر رو تنگ کنیم؟ جای اون تنگ نمیشه. من و مادرم 25 سال توی اتاق 8 متری زندگی کردیم. تو نگرانم نباش. گوش کن کیهان، تو دیگه تنها با مادرت زندگی نمی کنی. زن داری، تشکیل خانواده دادی. وضعیت با گذشته فرق میکنه. توقع من به عنوان شریک زندگی دینی که لااقل یه ذره بفکر. یعنی من دیگه حق ندارم تو زندگی من تصمیم بگیرم؟ یعنی اختیار خونه و زندگی من از کفم رفته؟ نه، اختیار خونه و زندگیت مال خودت. هر تصمیمی که دوست داری بگیر. اما من تو همه حقیقت رو نفهمم پاموتون خونه نمیذارم. مهتاب، تو خونه ای که یه نفر به جای همه تصمیم میگیره جای من نیست. فردوس ازت گله میکرد. حالا دیگه چغالی منو به تو میکنه؟ بهش حق میدم، اونم مثل من گیجه، از کار تو سر در نمیاره. من خودم هم نمیدونم چی کار دارم میکنم. تو دنبال چی هستی؟ برای آیندت چیکار میخوای بکنی؟ اگه واقعیتشو بخوای هیچی، فقط میخوام کتابم رو تموم کنم. ببین احسان، 6 ماهی که من علاف خودت کردی، دیگه بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم. واقعا این درست نیست که منو دست تنها بذاری. میدونم بابت خیلی چیزا بهت مدیونم. صحبت این حرفا نیست. گوش کن محمود، حقیقتا تو خیلی به من محبت کردی، همه جوره هوای منو داشتی، حتی این خونه به یوم ناشنایی تو جور شد. ولی با تمام اینا سعی نکن منو تو رو دروسی بندازی. دلم از همین میسوزه. تو مثل آب پاک و زلالی، صادقی، یه رنگی، ولی زود رنج و یه دنده‌ای. تو الان بهترین موقعیت رو داری احسان، چرا نمیفهمی؟ تو اگه این کار قبول کنی هم خیال منو راحت کردی، خودت هم صاحب حقوق درآمد میشی. دیگه چی میخوای؟ حقوق، درآمد. کی بود میخون مولای ما ویلا نداشت؟ مگه من میگم برو ویلا بساز مرد مؤمن؟ میگم مطمئن تر از تو برای سرپرستی بخش فرنگی کسی رو ندارم. تو هم در ازای زحمتی که میکشی حقوق میگیری، حداقل خرج زندگی تأمینه. من اگه دارم به فردوس کوثر ظلم میکنم، فقط به خاطر اینه که کتابم تموم بشه.
خواهش میکنم منو سست نکن. اگه الان ولش کنم دیگه هیچ وقت نمیتونم تمومش کنم. زن و بچه هم با من کنار اومدن. تو هم اون پست بده به یه نفر دیگه. خیلی ها هستن که برای پشت میز نشینی از من کارایشون بیشتره. قول میدم تا ساعت 2 بیشتر وقتتو نگیرم. بقیه روزت هم مال خودت. بشین سر کتابت. کار مثل آب، آدم مثل اسفنج. اگه اسفنج تو آب بندازی میشه یه گوشش خشک بمونه. حرف آخرت چی؟ بهم فرصت بده. باید فکر کنم. یه هفته دیگه هم فکر کن. به شرطی که بعد جواب قطعی بدی. ببین محمود. چه؟ میخواستم یه خواهشی ازت بکنم. بگو. یه همسایه داریم دنبال کار میگرده. آقای شفیعی. بله. سلام قربان. سلام علیکم. بنده رو به جا نمیارید؟ معذرت میخوام. همسایه روبروی آقای حسن هستم. او بله، میبخش. خواهش میکنم. آقا خیلی مشتاق دیدار بودیم، خدمتتون نمیرسیم. اختیار داریم. ببخشید، میخواستم یکی دو دقیقه وقتتون رو بگیرم. خواهش میکنم، امرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم، تشریف بیارید. مطلبتون رو همینجا بفرمایید. اینجا که نمیشه قربان، تشریف بیارید، خدمتتون عرض میکنم. خواهش میکنم، تشریف بیارید، یه عرض خصوصی داشتم، تقاضا میکنم. والا میخواستم خدمتتون عرض کنم که اصلا چه معنی داره که زن غریبه رو برداری بیاری تو خونه؟ مردم پوی سر ما چی میگن؟ من فقط میخوام بدونم چرا اختلافات شما همیشه به صورت لاینحل در میاد؟ یعنی واقعا هیچ راه دیگه‌ای به جز قهر وجود نداره؟ آخه مگه اون دفعه مهتاب گذشت نکرد؟ به نظر تو نباید گذشت میکرد؟ چرا این نصیحت ها رو به دامادت نمیکنی؟ اون دفعه که از گل نازکتر بهش نگفتیم، این دفعه چی؟ بازم میخوای سکوت کنی؟ اگه آقا جون اجازه بدن من حاضرم باش صحبت کنم. من میگم ما تا کی میتونیم نقش دادگاه خانواده رو بازی کنیم؟ وقتی سرمون رو زمین گذاشتیم چی؟ اگه هر مسئله کوچکی موجب اختلاف میشه باید در اصل ازدواج شک کرد. به نظر شما این مسئله کوچیکیه؟ میشه بی دلیل آدم نسبت به این مریض اینقدر احساس مسئولیت بکنه؟ چرا این سوال رو از خودش نمی کنی؟ ازش پرسیدم، جوابش غیر منطقیه. میگه خونمه، اختیارش با خودمه. وا، تو خودخواه. من یه دقیقه هم همچه آدمایی رو نمیتونم تحمل کنم. اصلا فکر نمی کردم مرد زورگویی باشی. ببخشید میتونم یه چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. راستش اومدم ازتون کمک بگیرم. هر کاری که از دستم بر بیاد در خدمتتونم. خیلی ممنون. اگه اشتباه نکنم خانمتون شمالی یا نه؟ کاملا درست. راستش من یه مریض تصادفی دارم که به کلی حافظش رو از دست داده. اونم شمالیه. چون هنوز کس و کارش پیدا نشدن آوردمش خونه. فکر کردم که اگه خانم شما باش یکم صحبت بکنه ممکنه که کمکی به حافظش باشه. از نظر شما امکانش هست؟ چرا که نه، خیلی هم خوشحال میشه. وقتی اومد حتما بهش میگم این سر بیاد بالا. بخور، سوپش خوشمزه است. میخوای برای چیز دیگه درست کنم؟ کیهان تویی؟
مادر بیا ببین آخه این چرا چیزی نمیخوره. چی براش آوردی؟ یکم سوپ براش درست کردم ولی لب نزن. تو میگی چی بهش بدم؟ نه الان فکر نمی کنم اشتها داشته باشه، فعلا تحت تاثیر آمپولایی که بهش زدم. بهتر بود یه آمپولم به خودت میزدی. برای چی؟ مگه من چمه؟ چه میدونم، من که دکتر نیستم. تو که دکتری بگو چته، حتما اعصابت خرابه، خستی، به هر حال یه دردت هست که دائم داری دوا مرافی را میندازی. صبر کن ببینم من کی دوا را انداختم. پس چرا مهتاب دوباره رفته خونه پدرش؟ حتما من باش دوا کردم. نه من این زنو نمیتونستم همینجوری تو بیمارستان ولش کنم، ولی مهتاب نمیخواد اینو بفهمه. ولی زن خودتو همینطوری میتونستی ولش کنی؟ والا به خدا قسم به پیر به پیغمبر من نمیخواستم کار به اینجا بکشه، ولی مهتاب وقتی به یه چیزی پیله میکنه دیگه ول کن نیست. خودت چی مادر؟ تو که از اون خیلی بدتری. وقتی رأیت میگیره یه کاری بکنی ها، اگر از استغفر الله نعوذ بالله خدام از اون بالا بیاد پایین، با سر حرف خودت هستی. منو باش که پوز شما رو به مهتاب میدادم، بهش گفتم مادرم 25 سال با صبر و بردباری تمام مشکلات ریز و درشت رو از سر راش برداشت، ولی حالا اشکال نداره، اگه جای شما رو تنگ کرده میبرم شما آسایش کن. آقای دکتر من چی میگم تو چی میگی؟ شما چی میگی؟ من میگم اول قاچ زینو بچسب از سواری پیش کشید. منظورتون چیه؟ بعدم برات میگم. سلام. به 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 سلام، حال شما بفرمایید. حالتون خوبه؟ کوچولو. خیلی متشکرم خانم. ما خانوادگی آمدیم. بسیار کار عالی کردیم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. 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 خیلی خیلی خوش اومدید. فردوس خانومه. اومده عیادتت. هم شهریته. فردوس خانم از وقتی که اومده اینجا یک کلمه حرفم نزده. تی حرف خیلی بشنوستم. خوبه بستی؟ ساق سالمی؟ تی دستم بشکفته بو نه؟ خوبه بسته. خطر از تی سر بگذشت. ماشالله ماشالله کار بکده دسته. رازگم به جار کار کدی؟ نه؟ تو کیزی؟ دوست؟ آشنا؟ ببینم هیچ وقت شده که تو زندگیتون یا مثلا از طریق قهرمان های کتاباتون یه قانونی رو به خاطر یه قانون دیگه ای زیر پا بذاری؟ منظورتون چه جور قانونیه؟ ببینید مثلا نادیده گرفتن یه قانون قضایی به خاطر اجرای یه قانون اخلاقی مثلا. تا اونجایی که من اطلاع دارم معمولا قوانین قضایی در حمایت از قوانین اخلاقی وضع شده. نه اون که کاملا درسته، ولی نمیدونم شاید من منظورم رو درست نتونستم بیان کنم. قوانین به طور کلی انعطاف ناپذیر، درسته؟ بله. به همین جهت گاهی اوقات با اخلاقیات منافات پیدا میکنن. خب استثناء همیشه وجود داره. بفرمایید. چی شد؟ نمیدونم والا، یه جور به خصوصیه، مثل اینکه مثلا از همه واهمه داشته باشه، هرچی ازش میپرسم اصلا جواب نمیده. خب فکر میکنم باید به دیدنتون عادت کنه، اگه قیافه رو بشناسه حتما ارتباط برقرار میکنه. خب ممکنه این عادت کردن یه مدت زمانی طول بکشه. به هر حال چاره‌ای نیست.
صبحانه نخورده کجا داری میری؟ باید یه نفر رو ببینم. نهار میای؟ آره زود برمیگردم. سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا شیر. صبح بخیر. امری فرمایشی؟ عرضی نیست. خیلی ممنون. سلامت باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ مرمتون زیاد. بابالش خوبه؟ سلام علیکم. مامان چطوره؟ سلام برسیم. سلام برسیم. قربون شما. در خدمت باشیم. مرمتون زیاد. خدا حافظ شما. صبح بخیر. صبح بخیر. بفرمایید سوار شین. مزاحم که نیستم. خواهش میکنم. این حرفا چیه؟ علی بخور. کجا تشریف میبرین؟ مسیر تو به خاطر من خراب نکن. من تو را پیاده میشم. خواهش میکنم. مهتاب رفت؟ آره. امروز صبح دیگه تو خونه ما احساس آرامش نداره. میفهمم. تو خونه تو هم مشکل پیدا کرده. آره متاسفم. منم متاسفم. هیچ دلم نمیخواست که مجبور بشم یه روزی با تو راجع به زندگی خصوصیتون صحبت کنم. ما هیچ اختلاف خصوصی نداریم. یه شرایط عصبی باعث شد که منم مطمئنم که تو و مهتاب با هم هیچ مشکلی نداری. خودتو جای مهتاب بذار. آیا بدون اینکه قانع بشی تصمیم زنتو در بست قبول میکنی؟ دلم میخواد منصفانه به این سوال جواب بدی، نه به من، به خودت جواب بدی. کافیه. اون چیزی که تو زندگی مشترک باعث آرامش و امنیت میشه اعتماده. وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن معنیش اینه که میخوان مسائل و مشکلات زندگی رو مشترکاً حل کنن. اگه قرار باشه زن یا شوهر به تنهایی بار مشکلات زندگی رو به دوش بکشن،
یه چه نیازی به ازدواج هست؟ هر کی به تنهایی میتونه راجب زندگی خودش، خونه خودش، ماشین خودش، دار و ندار خودش بهتر تصمیم بگیره. از نظر من اینجور آدم ها شایستگی ورود به یک مرحله بالاتر از زندگی رو ندارن. ما شدن خیلی سخت‌تر از من بودنه، چون باید خیلی از منیت‌ها رو کنار بگذارم.